سلام و وقت شما بخیر. به برنامه بازار از تلانیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. شناسایی 37 تخلف در مصرف بودجه سال مالی 1397 هجری خورشیدی. مجلس نمایندگان در بررسی های نخستینش از تطبیق بودجه سال 1397 هجری خورشیدی 37 مورد تخلفات را شناسایی کرده است. نه تنها قطعیت رد شوه، بلکه متخلفین به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند. انتقاد از کمکاری ها در بخش انرژی قابل تجدید. یکی از اعضای اتحادیه انرژی قابل تجدید میگوید که حکومت باید برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی قابل تجدید صورت های بیشتر را فراهم سازد. شرکتون سره یوزای به هر مشکلات و خبری وشی چی دوی بر سر مخامخ دید. بررسی اتاق تجارت درباره وضع کاربار در کشور. این بررسی ها نشان میدهد که امسال وضع کاربار بدتر از سال پار بوده است. فساد به این حالت رسیده، والله بالله بسومت که بدون پول از گمرک تیر شده نمیتنه. و افتتاح اتاق زراعت و مالداری در هرات. مسئولان محلی در هرات میگن که هرات سومین ولایتی است که شاخه اتاق زراعت و مالداری در آن گشایش می‌یابد. مشاهده خبرها. اتحادیه انرژی قابل تجدید میگوید که با وجود فرصت‌های بزرگ سرمایه گذاری در بخش انرژی قابل تجدید، هنوز هم سرمایه گذاری های بزرگ در این بخش در کشور جذب نشده است. یکی از اعضای این اتحادیه میگوید که حکومت باید برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی قابل تجدید صورت‌های بیشتر را فراهم سازد. از سوی هم معین وزارت انرژی بر حل مشکلات فرای سرمایه گذاری ها در این بخش تاکید دارد. گرد همایی با حضور مقام های انرژی افغانستان و شرکت های خصوصی که در بخش انرژی سرمایه گذاری کردن راه اندازی شده است. وزارت انرژی و آب رسیدگی به چالش ها در برابر سرمایه گذاری ها در بخش انرژی قابل تجدید را از اهداف این گرد همایی می گوید. در شرکتون سر یوزای به هر مشکلات و خبری وشی چی دوی ور سر مخامخ دی. ادارات خپل فرصتونه ورد پا دیر واضح دول تشریکی او در مشکلات و تا ده حل لار او یو تگلار پیدا کچی سخیل وار مخکلار شو. یگانه چالیشی که است او چالیش مالی است. اگر نمی چالیش از بین برود، یقینا شرکت های افغانی و شرکت های بیرونی هم علاقه مند هستند که در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. در این نشست رئیس شرکت برشنا میگوید که برای جلب سرمایه گذاری های بخش خصوصی بر تولید انرژی قابل تجدید، حکومت باید در کنار مافیات های مالیاتی با سرمایه گذاران مشوقه های مالی نیز فراهم سازد. تطبیق سولار بدون مشوق مالی، بدون مافیات گمرکی، بدون همکاری دولت، مطمئن باشین که به یک جای نخواهد رسید، صرف یک برنامه روی کاغذ خواهد ماند. همه خصوصی مشارکت دروازه د خصوصي سکتور پر مخ خلاص دي کولای شي موږ سره یو په یو کینی بحث وکي او موږ ورته هغه پروژې چې د افغانستان په ولایتونو کې دي ورکو او دوی خپل طرح او پروپوزلونه موږ سره شریک کړي. اتحادیه انرژی قابل تجدید میگوید که در 18 سال گذشته تنها بخش خصوصی در حدود 100 میلیون دلار در بخش تولید انرژی قابل تجدید سرمایه گذاری کرده است. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای احمد سیار نکزاد، سخنگوی وزارت انرژی و همچنان آقای کابل خان تدبیر، عضو بورد اتحادیه انرژی قابل تجدید. سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای نکزاد، بس ما میخوام با شما آغاز بکنم. در نخست اگر آخرین آمار ارائه بکنین که چقدر سرمایه گذاری ها در بخش انرژی قابل تجدید چی از طرف حکومت افغانستان است و چی هم از طرف بخش خصوصی است صورت گرفته. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و جناب تدبیر سپ دارم. با توجه به اینکه مطابق پالیسی انرژی قابل تجدید، وزارت انرژی و آب بر سهم ساختن سکتور خصوصی در قسمت پیشبرد پروژه های استفاده از انرژی های قابل تجدید در راستای تولید برق و انرژی بیشتر متمرکز هست و این پالیسی را در دو بخش زمانی مشخص تطبیق کرده و در بخش اول زمانی از 2015 الی 2020 که بیشتر بحث‌های مطالعاتی و بحث‌های
تکنیکی مسئله هست و در بخش از سال 2021 تا سال 2032 بخش تجارتی ساختن این موضوع هست. ما فعلا از طریق مشارکت عامه و خصوصی تانستیم که در حدود 372 میلیون دلار آمریکایی را در 5 پروژه بزرگ ما سرمایه گذاری سکتور خصوصی را ما جذب کنیم که بعضی از پروژه های ما بهره برداری سپرده شده، مثل پروژه 30 مگاوات برق سولاری ولایت قندهار هست، پروژه تولید برق از انرژی گاز در شبرغان هست و همچنین فعلا غضنفر گروپ در مزار شریف اینا کار میکنن و همچنین بعض بسته های انرژی برق دیگری هستن که فعلا در مرحله داوطلبی و تدارکاتی قرار. اما انتقادها وجود دارن بر این که هنوز هم سهولت هایی که بیان سرمایه گذاران در بخش انرژی قابل تجدید در افغانستان سرمایه گذاری بکنن فراهم نیست. ما زیاد موافق نیستم با این موضوع، به خاطر که ما عملا میبینیم که ما یک گراف مشخص را داریم از جذب سرمایه های مشخصا ریسوس. شما چند کار تاکنون در این بخش انجام دادین و در کدام موارد بوده؟ بله، مطابق پالیسی انرژی قابل تجدید ما به خاطر مشارکت سکتور خصوصی زمینه مشارکت آنها را در داوطلبی هایشان بسیار با صورت سهل و آسان فراهم ساختیم. 372 میلیون دلار آمریکایی رو که وقتی ما یادآوری میکنم که در 5 پروژه بزرگ اینجا جذب شده و سرمایه گذاری شده میتونه دلیل بر از این مسئله باشه، اما من میپذیرم که شاید مشکلات و چالش های وجود داشته باشه، ولی به او پیمانه نیست که آسیب برسانه بدنی کلان سکتور خصوصی را که اونا نتونن به صورت بهتر و موثرتر در پروژه های ما نقش و حضور داشته باشه. بله تشکر، دوباره به شما برمیگردم. آقای تدبیری، من میخوام از شما بپرسم، آقای نگزاد میگن که سهولت های بیشتر فراهم شده که بیان سرمایه گذاران بخش خصوصی افغانستان در انرژی قابل تجدید سرمایه گذاری بکنن، اما مشخصا در بخش معافیت مالیاتی، در بخش این که سهولت های دیگر هم باید به سرمایه گذاران مهیا باشه از جمله مشابه های مالی، چقدر سهولت در حال حاضر فراهم است؟ تشکر. سلام روغ تاسو سیار صاحب او دی طلوع تلویزیون درنو لیدونکو ته. ګوري په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غني تر وخت رسیدو وړاندې په افغانستان کې د انرژي سکتور په یو کاملا انحصاري شکل سره د افغانستان د دولت په لاس کې قرار درلود. کله چې ډاکټر اشرف غني واک ته رسېږي، له هغه وروسته نه په افغانستان کې د انرژي او د خودکفایي مسله رامنځته کېږي او په دې باباندې د افغانستان دولت بحث کوي. په افغانستان کې د نوې انرژۍ مسله کله چې د کرزي صاحب حکومت راځي، له هغه وروسته کله چې اسماعیل خان د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر کېږي، په افغانستان کې قطعا اسماعیل خان فرمان ورکوي چې د نوې او بدلیدونکې انرژۍ سکتور باید بند شي. له هغه وروسته کله چې په افغانستان کې د اشرف غني دولت واک ته رسېږي، دوی په افغانستان کې او په جهان کې د نوې انرژۍ سکتور ارزیابي کوي او په هغه بحث کوي، د دې دپاره نوي قوانین، پالیسۍ او دا شیان پاس کېږي. اوس خوشبختانه موږ د نوې انرژۍ باباندې پالیسي لرو او د خصوصي سکتور سرمایه ګذاري د افغانستان په نوې انرژۍ سکتور کې تر ټولو زیات مهم عنصر ده چې په هغه باندې بحث او د هغه دپاره کار کېږي. که تاسو چیرې وګورئ، په افغانستان کې د نوې انرژۍ سکتور له 2003 کال را په دې خوا، کله چې په افغانستان کې د همبستګۍ ملي برنامې تر عنوان لاندې په افغانستان کې د نوې انرژۍ توکي د افغانستان خلکو ته د دې په خاطر باندې چې د دوی د الیکاین نه خلاص شي، د دې په خاطر چې دوی د روښنایۍ دپاره د لرګو سوځولو نه خلاص شي، په دغه بخش کې د افغانستان دولت سرمایه ګذاري کوي. ولې تاسو پانه دغه برنامه په افغانستان کې د مالیاتي محصولاتو او په افغانستان کې د بې کیفیته توکو د واردولو په خاطر باندې له چالش سره مخامخ کیږي. اوس د افغانستان د نوې انرژي اتحادیه ورسره د افغانستان دولت د برښنا شرکت په دې تلاش کې دي چې په افغانستان کې د هغو نویو پالیسیو او قوانینو په بنیاد باندې چې د افغانستان دولت وضع کړي دي، د افغانستان ولسمشر د 2000 میګاواټو د نوې انرژي یا د بدلیدونکې انرژۍ د تولید په هکله باندې هغه فرمانونه چې صادر کړي دي، هغه هدایات چې د افغانستان د انرژي سکتور صادر کړي دي، په هغه باندې کار روان ده. او اوس موږ په دې تلاش کې یو چې سرمایه او سرمایه ګذاري په افغانستان کې جذب کړو ترڅو په دې سکتور له چالشونو نه خلاصو. موږ ډېر زیات لوی چالشونه په افغانستان کې په دریو عمده بخشونو کې لرو. اول، په افغانستان کې د بې کیفیته موادو د تولید مسله. دوم، په افغانستان کې د مالیاتو د نه معافیت او د انرژي په سکتور کې د سرمایه ګذاري په ارتباط باندې د دولت هغه مناسب
سپورت چی باید درلودل یا دی هغه نه درلودل او دریم په افغانستان کې دی سرمایه گذاری دی سکتور دی پارا دی مالی امکانات برابر. اما شما صولت های خواهی نگزادم شنیدین، اینا خیلی خوشبین هستن از صولت هایی که در حال حاضر فراهم شده بر بخش خصوصی افغانستانی که بیان اینا سرمایه گذاری داشته باشن. گوری سیاسی دی دولتی سکتور ویانده از پدی که سوال ندارم، پا افغانستان که لدیو زیاد و مشکلات و رسته مگل طول و مسائل و سره تازه اشتا کیگو، تازه دی هغه دی سرمایه گذاری با بانی بحث کهو، تازه پا افغانستان که دی اوداش حالت تشکوری پا افغانستان که دی افغانستان گواندیان پاکستان، ایران، اوزبکستان، تاجکستان، ترکمنستان دا سرمایه گذاران دی دی پر جلبهی سی دی پا هیوادون که سرمایه گذاری و که دی محصول معافیت ورتور کهی، دی مالی معافیت ورتور کهی، دی امنیت نیسی، دی تزمک ور کهی او دی تلاش کهیز دا هیوادون سرمایه گذاری و که ولی افغانان دی هغه تعهد بنیاد بندی چی پدریه لری لزان سره دی هغه په بنیاد باندې دی حاضر دی چې تنا په افغانستان کې دی اوسا سختو شرایطو شي اوسې موږ هم لرو موږ د ستاندرد سره په مبارزه کې یو په افغانستان کې د ګمرکاتو مشکلات موجود دي په افغانستان کې د مالي او محصولاتو مشکلات موجود دي په افغانستان کې امنیتي مشکلات موجود دي دې باوجود هغه افغانان چې غواړي په دغه سکتور کې سرمایه ګذاري وکړي هغه متحد دي ته دي چې په افغانستان کې باید سرمایه ګذاري وکړي او افغانستان له دغه احتیاج نه چه موږ وارداتي انرژي ولرو دې نه خلاص کړي. بله تشکر، دوباره به شما برمیگردم. آقای نگزاد، آقای تدبیر میگن که چند مشکل وجود داره، اینکه مواد بیکیفیت در بازارهای افغانستان هستن، بله. عدم معافیت مالیاتی و عدم حمایت درست حکومت. برنامه شما چی بوده در این قسمت؟ بله. صحبت هایی را که جناب تدبیر صاحب داشتن بسیار خوب وضعیت تشریح کردن و یادآوری کردن. ببینیم ما امروز یک نشستی را هم که داشتیم که ما بیاییم به یک گفتمان مشترک و یک دیالوگ مثبت ایجاد کنیم که شرکت های خصوصی با چه چالش ها و مشکلات روبرو هستند. بیایم اینا را بشنویم و برای ایجاد یک راه حل و یک بستر مناسبه که همین چالش ها و مشکلات بتونیم به حد اقل برسانیم. این برنامه ها رو اندازی شده، طرح و مقرره و برنامه روی دست گرفته شده، چه زمان شما میرین به طرف عملی شدنش؟ خب من نمیخوام حالا زیاد روی از این که چگونه و چه وقتی این برنامه ها رو اندازی شده اشاره کنم، اما شما از مشکلات و چالش ها یادآوری کردین. در بعض نقاط، در بعض مسائل چالش ها وجود دارد. دقیق است، بحث معافیت های مالیاتی، بحث ارائه قروض و سبسیدی ها برای شرکت ها در قسمت بهینه سازی و قسمت قوت یافتن هرچی بیشترشان در قسمت تطبیق پروژه ها از مسائل هست. ادامه صحبتاش ما را بعد از وقفه می داشته باشیم. با معذرت، یک من برنامه کوتاه داریم، پس از ادامه برنامه بازار. بدون برنامه بازار خوش آمدید. بس ما همچنان در مورد سرمایه‌گذاری روی انرژی های قابل تجدید در افغانستان ادامه دارد. خانم نگزاد، شما صحبتاتون ادامه بدین، اما اشاره بکنین به اینکه کارهایی که در طول 18 سال صورت گرفته و اینکه سرمایه‌گذاری های بیشتر جلب شود در بخش انرژی قابل تجدید چقدر هم مسیریت داشته، در حالی که ما در بخش انرژی آفتاب ببینیم کارهای موثر صورت نگرفته، هنوزم چندین پروژه اندک داریم که در این بخش عملی میشه. اگر ما در بخش باد ببینیم تنها ما 1 مگاوات برق بادی را داریم که در افغانستان تولید میشه، پس کارهای اساسی شما چی بوده در کدام مورد؟ سه بخش را که شما یادآوری کردین، بخش آب است، بخش باد است و بخش نور آفتاب. افغانستان با ظرفیتی که در حدود 222,000 مگاوات برق میتونه از نیروی خورشید استفاده کنه و تولید کنه، در قسمت آب 23,000 مگاوات و همچنین در قسمت نیروی باد ما کتله قابل ملاحظه را میتونیم که تولید کنیم و انرژی کنیم. ببینیم فعلا پروژه های ما در قسمت داوطلبی قرار داره، بعضی پروژه های ما در مرحله بهره برداری خود قرار گرفته. من نمیخوام که روی 18 سال زیاد تمرکز کنم، ولی فعلا پروژه های ما، مثلا پروژه 25 مگاوات برق بادی که ما میخوایم از نیروی باد استفاده کنیم، 25 مگاوات ولایت هرات، بادغیز و ولایت بلخ در قسمت امکان سنجی های نیروی باد، در قسمت و از ظرفیت هایی که در ولایت های افغانستان در قسمت های مختلف وجود داره مطالعاتی که صورت گرفته. مثلا میبینیم که ولایت های شمالی افغانستان در اونجا امکانات گاز بسیار وجود داره. ما در منطقه یتیمتاق عملا یک پروژه خود به بهره برداری سپردیم. بعض نقاط افغانستان اونجا ظرفیت های خوب وجود داره که ما بیایم از زغال سنگ تولید انرژی کنیم.
ولایت های غربی افغانستان اونجا نیروی باد در اونجا وجود داره. ما سه ولایت رو برای شما چند پروژه را شما مشخص کردین در همین بخش ها که بر روی میز بسر بخش خصوصی افغانستان با سرمایه گذاران گذاشته شده که اینا بیان روی از سرمایه گذاری بکنن؟ چند مورد بوده؟ تنها سه پروژه ما در قسمت بند آب است، چاردره ببخشین قلای مامای هست، سربی دو هست و باغدره هست، این که در قسمت آب است. و در قسمت نیروی برق فعلا ولایت ننگرهار است و ولایت هرات به مرحله تدارکاتی خود رفتن، برق سولریش است. و همچنین در قسمت باد که انقریب به مرحله تدارکاتی خود قرار میگیره، سه پروژه ما در قسمت تولید برق از انرژی باد هست. شما این پروژه ها را با بخش خصوصی هم شریک ساخته؟ دقیقاً. ببینید ما وقت پروژه خود اعلان میکنیم، به داوطلبی قرار میدیم، ما کوشش اعظم ما این است که سکتور خصوصی را وارد عمل بسازیم. مثلا ما از پروژه هایی که در قسمت آب اگر بر شما یادآوری کنم، ما در حدود 400 پروژه گبیونی را در مرحله تطبیقی و اجراییش قرار گرفتیم که سکتور خصوصی داخلی را شریک ساختیم. در حدود 334 پروژه چکدمه که فعلا 58 پروژهش در مرحله تطبیق قرار داره، در 34 ولایت افغانستان هست و 13 ولایت در مرحله تطبیق قرار داره. این خودش نماد بارزی از مشارکت سکتور خصوصی است و عملا ما میخواهیم که با زمین سازی و فرصت سازی بهتر سکتور خصوصی در قسمت اعمال پروژه ها و برنامه ها داخل ساخته شود، با وصفی که چالش ها، مشکلات و بعض مسائل که تدبیر صاحبان روش یادآوری کردن ما میپذیریم وجود داره، ولی از اراده جدی برای رفع این چالش ها و مشکل ها وجود داره. و یکی از مسائلی که امروز هم در برنامه یادآوری شد ایست که ما بتونیم سکتور خصوصی را عملا مشکلات، چالش ها و ناگزیری ها و به هر حال مشکلاتی که سر رایشان وجود داره بشنویم و با هم دیگه بتونیم که یک تصمیم مناسب تر بگیریم. تشکر. دوباره با شما برمیگردم آقای تدبیر. من میخوام بپرسم پروژه ها را که آقای نگزات اشاره کردن، به ویژه در بخش آب، در بخش آفتاب، امتران باد، علاقمندی بخش خصوصی چگونه است و شما آماده هستین روی این پروژه هایی که نامش آوردن سرمایه گذاری بکنین؟ گوری پدیر تعصب سره دی افغانستان لسمشر په 2014 کال نو وروسته هغه سرمایه گذاریش د غوښته چې په انرژي سکتور کې وکړي. د انرژي سکتور نه د غلطو اطلاعاتو، غلطو پریزنټیشنو په بنیاد باندې ځینې مسایل تر ډېره بریده پورې د ابهام تر حده پورې ورسېدل. یعنې هغه ژمنې چې د افغانستان د انرژي سکتور کړې وې یا د افغانستان ولسمشر د هغه غوښتنه لرله، موږ هغه حتی ونه رسېدو. ولې موږ ځینې موافقتونه هم لرو، په دې کې شک نشته. موږ ورو ورو افغانستان یو داسې هیواد ده چې تازه له انحصار نه د باندې راوځي. له 2014 کال نه وړاندې په افغانستان کې د انرژي سکتور کاملا د افغانستان دولت په انحصار کې و، او له 2014 نه وروسته موږ قوانین لرو، د دې لپاره مقررې لرو چې موږ د انرژي سکتور د په اصطلاح باندې انحصار له کچې نه راوباسو او هغه خصوصي سازي کړو. په دې کې شک نشته چې د انرژي سکتور خصوصا د برېښنا شرکت په دې باندې ډېرې زیاتې هلې ځلې درلودلې، او په افغانستان کې د انرژي سکتور د اتحادیې خصوصا د رینیوبل انرژي اتحادیه د هغې حجاد هغه په دې خاطر باندې وشي په افغانستان کې د انرژي سکتور په مقابل کې د خصوصي سکتور غږ راپورته کړي. دغه غږ د هغو امکاناتو په بنیاد باندې ده، لکه تاسو چې پوهیږئ په افغانستان کې موږ د هغو طبیعي او خدای داد بنابی او په بنیاد باندې چې موږ کولی شو 22000 میگاواټ، یعنی 222 گیگاواټ انرژي موږ د لمر نه تولید کوو. موږ کولی شو د 2500 شاوخوا کې میگاواټ انرژي له باد نه تولید کوو. په همدغه شکل سره موږ له بایومس او نورو طبیعي منابعو نه موږ کولی شو چې انرژي تولید کړو. ظرفیت کافی وجود داره به شرط که سرمایه گذاری صورت بگیره و فرصت فراهم شه. سرمایه گذاری دپاره باید فرصتونه فراهم شي. ګوري په افغانستان کې دا اوس د پی 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 تر عنوان لاندې کوم پروګرام چې جوړ سوی ده، هغه څه چې د افغانستان د خصوصي سکتور او د نړیوال سکتور غوښتنه ده، په هغه بنیاد باندې موږ هغه کارونه انجام کړي نه دي. علت یې دا ده چې په افغانستان کې د اوسني بحراني حالت، امنیتي بحراني حالت، په افغانستان کې د محصول او ګمرکي بنیاد هغه حالت چې دا نن روان ده په افغانستان کې، نړیوال دې تمدن دي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. موږ دغه اسانتیاوې باید رامنځته کړو، او د دغو اسانتیاوو په بنیاد باندې موږ باید نړیوال دې ته وهڅوو چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. موږ ډېر زیات پوټنشل لرو په یقین سره چې په افغانستان کې د انرژي په سکتور کې هغه امکانات چې موږ لرو په دا سیمه او په نړیواله کچه باندې ډېر کم دي. موږ حداقل 302 لمریزې ورځې لرو،
په افغانستان کې موږ په افغانستان کې په څلورو پنځو ولایتونو کې چې هغه کې د هرات ولایت ده په هغه کې نیمروز ده په هغه کې فرا ده په هغه کې پروان ولایت ده په هغه کې مزار شریف ده موږ د باد د انرژۍ نه د تولید ډېر لوی امکانات لرو ولې که چېرته موږ د افغانستان د ولسمشر د غوښتنو په بنیاد باندې په دې برخه کې حرکت کړی وی او د افغانستان د مالیې وزارت او د ستاندرد ادارې همکاري کړې وی یقینا موږ به یو لوی دستاور درلودلی چې هغه نه لرو ولې د دغه دپاره باید اوس هم ناوخته نه ده د دې دپاره باید کار شروع شي. به چه میزان بخش خصوصي آماده است که بر تولید برق از منابع داخلي سرمایه ګذاري وکړن؟ ګورې دا اوس په افغانستان کې تر شلو زیاتو لویو کمپنیو د افغانستان دولت خپل افر ورکړی ده چې د پیپل لارې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. د افغانستان داخلي شرکتونه نړیوال شرکتونه او دا اوس په هغه دوه شرکتونه چې په کندهار کې د افغانستان په جنوب کې په دېرش میګاواټ باندې سرمایه ګذاري کړې د افغانستان د نوي او بدلیدونکې انرژۍ د اتحادیې غړیتوب لري. هغه څوک چې په کجکي کې سرمایه ګذاري کړې د سیون سیون په نوم باندې ترکي کمپنۍ چې ده هغه د افغانستان د اتحادیې غړیتوب لري. که دغسې نورو کمپنیو ته دا اوس د پلان په نوم باندې کومه کمپنۍ چې ده چې په افغانستان کې غواړي سرمایه ګذاري وکړي که د دوی دپاره شرایط آماده شي د دوی دپاره د دوی کارونه په وخت انجام شي ګورئ موږ د ټولو نړیوالو نورمونو په خلاف باندې روان یو که موږ وکولی شو چې په افغانستان کې د نړیوالو نورمونو په بنیاد باندې خدمات انجام کړو او د افغانستان دولتي سکتور په دې باندې وتوانېږي چې هغه خلک چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي د هغوی دپاره زمینه مساعده کړي موږ یقینا کولی شو چې د بیروني یعنې وارداتي انرژۍ نه ځان فارغ کړو او په افغانستان کې په خپل ځان بسیا سو. بله تشکر از شما. آقای نگزاد خیلی کوتاه هم من میخوام از شما بپرسم به عنوان جنبندی به این که پس از این با اینکه شما چالش ها و مشکلات فرای بخش خصوصی را شنیدین روی سرمایه گذاری از منابع داخلی بر تولید برق راهکار و برنامه شما پس از این چی است؟ خیلی کوتاه. ما با عزم و اراده جدی و با توجه به اینکه امروز ما یک تفاهم‌نامه را امضا کردیم همیشه در قسمت شنیدن و حل مشکلات و چالش ها با انرژی اتحادیه انرژی قابل تجدید رابط وزارت انرژی و آب بسیار مستحکم خود بود و در زمینه حل این مشکلات و چالش ها هیئت رهبری وزارت انرژی و آب با توجه به اینکه مسائل امروز مطرح شد راهکار برنامه و گام های عملی را برمی‌دارند. بله تشکر سپاس از اینکه به ما رفتن. خیلی سپاس از حضورتان. وکنه هم ادامه خبرها. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگید که علت مختل شدن روند صادرات پیاز کشور از رای پاکستان به هند کشف سگرت در یکی از محموله های پیاز گفته شده است. از سوی هم وزارت صنعت و تجارت هرچند این موضوع را تایید نمی کند اما میگید گزارش های اسای استفاده های برخی از بازرگانان در روند انتقال کالاها به پاکستان و هند وجود دارند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پیش از این از متوقف شدن 5000 تن پیاز افغانستان که قرار بود از راه بندر واگی پاکستان به هند صادر شود خبر داده است. اما یکی از اعضای هیئت مدیره این نهاد میگوید که مشکل اصلی کندی طی مراحل محموله ها از سوی هند بوده است و پاکستان از بهر جلوگیری از تراکم بیشتر موترها در بندر واگه به گونه معقد برخی از محموله های پیاز را روز گذشته توقف داد. مشکلی است که یک خوی اطلاع بودند که در یک کانتینر پیاز سیگرت پیدا شده بودند. این را تحقیق میکنیم اگر پیدا شده باشه او را جزا میتیم امو کسی. به می خاطر هندوستان یک کمی تبتیش خود زیاد کرده. تا الی اضافه 200 موتر پیاز در واگه استاد است و روزانه 5 موتر اجازه میده. در همین حال وزارت صنعت و تجارت میگوید که روند انتقال محموله های پیاز به هند به حالت عادی برگشته است. متاسفانه برخی از گزارش‌های وجود داره همچنین اما امان کنه که پاکستان به گونه جدی بررسی میکنه هندوستان بررسی میکنه ما بررسی میکنیم در کل هدفی است که خب جلوگیری شود از قاچاق اما خواست ما این است از تاجران ما که ما نباید دست به چنین اقدامات بزنیم که او باعث ایجاد یک مشکل یا بی‌اعتمادی میان کشورها بگردد. امسال در پی کاهش تولید پیاز در هند، بازرگانان کشور صادرات پیاز را به این کشور افزایش دادند. بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، در 3 گذشته در حدود 30000 تن پیاز از راه بندر واگه پاکستان به هند صادر شده است. هرات 3 ولایتی از کوتاه قزرت و مالداری در آن گشایش یافت.
مسئولان محلی در هرات میگویند که قرار است پس از این چالش های تولید کنندگان و پروسس کنندگان فراورده های کشاورزی از راه این اتاق حل شده و همچنان زمینه های بهتر برای صادرات فراورده های کشاورزی در هرات فراهم شود. هشت ماه میشه ما انشاءالله الحمدلله توانستیم که در حدود 600 میلیون دلار تنها صادرات چی داشته باشیم، اقلام زراعتی داشته باشیم که از تمام ولایات افغانستان در قسمت واردات محصولات مشابه از کشورهای همسایه و عدم تعرفه‌های رقابتی که بتونه این محصولات با محصولات زراعتی تولیدی ما رقابتی بسازه متاسفانه یکی از مشکلات عمده است. نبود سردخانه های معیاری، نبود مراکز معیاری پروسس و بسته‌بندی برای فراورده های کشاورزی و واردات فراورده های کشاورزی مشابه که در داخل کشور برداشت می شوند از کشورهای همسایه چالش های عمده کشاورزان گفته می شوند. این چالش ها امیدواریم که در آینده های نزدیک از بین بره. کسی از زارعین در رأس از این کارها باشه و زارعین دستن در کار این اتاق ها باشه تا بتوانم زارین درد دل یا آنچه که تولید میکنم به دست فروشنده ها یا خریدار ها در بازارهای بیرون برسانم. در همین حال معین وزارت زراعت میگوید که این وزارت در تلاش ایجاد راهکار برای مسئولیت غذایی و بسته‌بندی استاندارد برای فراورده های کشاورزی است تا زمینه صادرات بیشتر این کالاها در بازارهای بین المللی فراهم شود. فکر هم وقفه. دامه برنامه بازار، یک بررسی اتاق تجارت و سرمایه گذاری که با همکاری اداره همکاری های جهانی آلمان انجام شده است نشان می‌دهد که امسال وضع کاربار در کشور بدتر از سال پار بوده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که از بهر بدتر شدن وضع کاربار امسال 3500 تن از بازرگانان کشور به ترکیه رفتن و 1200 تن دیگر نیز سرمایه هایشان را به ازبکستان انتقال دادند. بر بنیاد این بررسی مشکلات زیربنایی، فساد، مشکلات مالیاتی و گمرکی و بی‌ثباتی های سیاسی چالش های بزرگ فرای سرمایه گذاران در کشور شناسایی شده. در هشتمین بررسی اتاق تجارت و سرمایه گذاری از وضع کاروبار در کشور، مشکلات زیربنایی به ویژه کمبود نیروی برق همچون بزرگترین چالش فراراه سرمایه گذاری ها در کشور شناخته شدند. اگر جای زمین است برق نیست، اگر جای برق است در اونجا باز زمین نیست. از جمله پیشورا تقریبا 6 نو پرداخت تنها به شاروالی کابل دارم. برای هر نایه پلان داده میشه که شما باید اینقدر آید داشته باشین، اونا هم آید خود ناشی از جریمه ها باید به دست بیارم. بر بنیاد این بررسی شکایت های بخش خصوصی از مشکلات مالیاتی و گمرکی به ویژه در ولایت های کابل و کندهار بیشتر شده است. چوک چی دونه چی شپ اداره که غاری اغوائی واره نمی کنه بر ما. من نپیگو چی دا واره دا چنگ دا دا سرمایه بنده دا من صرف دی کانتینر که شریک ده که چنگ دا تا واره نکی پساد به این حالت رسیده والله بالله پسومت الله که بدون پول از گمرک تیر شده نمیتانی. چنانچه که خود سروی هم نشان میده سطح اطمینان متشبسین درباره وضعیت فعلی نظر به سال گذشته بهتر شده، بالا رفته است، ولی ما هم با آن هم در وزارت مالیه متعهد به ای هستیم که در گمرکات خود، در ادارات مالیاتی خود، در پروسه های مالیاتی خود، در سیستم سازی خود و مهمتر از همه در امر مبارزه با فساد باید کار بیشتری انجام بدیم. بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، حکومت افغانستان 15 میلیارد افغانی به شرکت های خصوصی که پروژه ها را عملی کرده اند بدهکار است. آنچه که مورد سروی قرار گرفته از جانب تیمی مسلکی اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان کاملا بی‌طرفانه بوده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که برای بررسی وضع کاروبار در سال روان با 3180 شرکت در ولایت های کابل، کندهار، هرات، بلخ و ننگرهار گفتگو کرده است. این مورد بیشتر گفتگو میکنم با آقای سخی احمد پیمان، معاون نخست اتاق معدن و صنایع. سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه. سلام به شما و همکاران عزیز شما و بیننده های محترم طلوع نیوز. ممنون آقای پیمان. اگر در نخست همون یافته هایی که بر بنیاد وضع کاربار در افغانستان صورت گرفته و نشان میده، ما میخوام از شما داشته باشیم که چی چیزی در این گزارش دریافت شده؟ در هر سال
در این چند سال مؤسسه جایزت با همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و سکتورهای مختلف سروی را انجام میده که وضعیت کاروبار اقتصاد در چی حالت هست. خب از سال 2017-2018 امسال 2019 متاسفانه هر سال گرافهای کاروباری در همه سکتورها، در بخش امنیت، در بخش زیربناها، در بخش مسائل مالی و برق، تعرفه‌های گمرکی، عملکرد دولت، اینا سروی میشه که متاسفانه امسال باز ما سروی که ارائه شد از طرف مؤسسه جایزت با همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری در چندین بخش یافتهایی را نشان داد که نسبت بازم به سال گذشته در چندین بخش یک مسائل عمومی هست که در قدم نخست مسائل امنیتی بود که البته همه بخش ها از وضعیت امنیتی در افغانستان شاکی بودند. موضوع دوم بحث زیربناها در افغانستان بود که خصوصا بحث سرمایه گذاری ها هست. در این بخش بعضی از ولایت ها بیشتر شاکی بودند و بعضی ها کمتر. در مورد برق، در مورد منابع مالی و عملکرد دولت در کل گراف سرمایه گذاری را و نتیجه که نشان داد، اینها نسبت پارسال وضعیت خیلی بدتر بوده که این هم عوامل های متعددی داره که همه عوامل ها باعث فرار سرمایه شد، باعث یک قسمت شاید کاهش در سرمایه گذاری افتاده باشه. آمار کرایش را بر بنیاد امین بررسی که وضعیت کاربار بدتر شده، امسال 3500 تن از بازرگانان رفتن به ترکیه و در حدود 1200 تن دیگه هم سرمایه‌شان انتقال دادن به ازبکستان. این آمار چقدر میتونه تکان دهنده باشه و نگران کننده هم باشه بر اوضاعی که افغانستان نیاز داره سرمایه گذاری ها باید جلب شه، اما سرمایه ها میره از افغانستان؟ دقیقاً ببینید، سرمایه گذار در هر جا که مسئولیت باشه، آرامش باشه، ریسک کمتر باشه، سرمایه گذار سرمایه گذاری میکنه. در چنین شرایطی که در افغانستان وضعیت اقتصادی افغانستان، وضعیت سیاسی افغانستان همزمان در حال حاضر در چندین جبهه افغانستان در حال جنگ است، استخبارات منطقه کار میکنه و خود قوانین که در دولت هست متاسفانه اینها باعث فرار سرمایه شده از افغانستان. البته آمار دقیق در دست نیست، ولی مشخص میشه که هزاران نفر به ترکیه رفته، پیسه خود انتقال داده، در امارات، در ازبکستان، در آسیای مانا، در هر کشوری که وضعیت کاروبار خوب باشه، ریسک کمتر باشه، حمایت ها از جانب دولت باشه، بناهن ای باعث انتقال سرمایه میشه که این واقعیت به اقتصاد افغانستان و سرمایه گذاری ای بسیار یک زنگ خطر است. البته این ارزیابی ها ای را به دولت نشان میده که باید در هر سال هر ارزیابی که صورت میگیره دولت افغانستان باید برنامه ریزی داشته باشه که اگر سال 2018 در بعض موارد اگر مشکلات فرارای سکتور خصوصی سرمایه گذاری صنعت افغانستان بوده، دولت باید عملکرد خود تغییر بده. متاسفانه در همین سال 2019 بعضی قوانین، از یک طرف قوانین خفصی امریکا، کشورهای دیگر اگر بخواهد در شرایطی که ریسک در افغانستان بالا هست، وضعیت ناامنی زیاد هست، فساد هست، مشکلات آنقدر زیاد است که در چنین شرایطی بخواهد اینها قانون را 100% تطبیق بکنه و از طرف دیگر نتونه همو خدمات و همو امایت های را داشته باشه از سکتور خصوصی، از سرمایه گذار، یقینا که هیچ سرمایه گذار حاضر نیست که در چنین وضعیتی بیاید سرمایه گذاری بکنه و این خود به خود باعث فرار سرمایه میشه از افغانستان. بله خب بهمان، عواملی که سبب بدتر شدن وضعیت کاربار در کشور شده یک طرف و همچنان، اما ما میخوایم بپرسیم به این که کسانی که میاین، البته سرمایه گذاران، بازرگانان که با حکومت هم کار میکنن در بخش های مختلف از جمله ساختمانی گرفته تا ده ها موارد لوجستیکی و دیگر،
500 میلیارد افغانی از طرف زمین شرکت های خصوصی بالای حکومت است، بدهی های است که باید پرداخته شود. این هم چقدر از عامل عمده است به این که دیگر سرمایه گذار دل نکنه که در اینجا سرمایه گذاری بکنه یا سرمایه‌اش به مصرف برسانه، چون پولشان پرداخته نمیشه دوباره براشون. دقیقاً شما در جریان هستین که در این اواخر متاسفانه شرکت های قراردادی پروژه های را که از دولت گرفته یک بی‌اعتمادی ایجاد شده. حتی کسایی هست که از دلار 67 و 68 بالای دولت پولشان هست و در حال حاضر به 80 رسیده، اینا همه نقصان همی کسایی هست که مثلا پیسهشان بند هست، جوابگویی نیست. این وضعیت یک دلسردی را بین سرمایه گذار، بین کسایی که پروژه میگیره ایجاد میکنه و یقینا که دولت نمیتونه بدون سکتور خصوصی بدون و بتونه پروژه ها را تمویل بکنه، بتونه به حساب او کارهایی که نیاز است به افغانستان، کارهای انکشافی در تمام عرصه ها بتونه اینا، خود دولت چون او ظرفیت در دولت وجود نداره، یقینا باید توسط سکتور خصوصی سرمایه گذاری صورت بگیره، پروژه ها به حساب تطبیق شوه که یک بی‌اعتمادی بین سکتور خصوصی کسایی که مثلا پروژه ها را میگیره یک بی‌اعتمادی ایجاد شده. از طرف دیگه شما ببینید که در هر 5 سال تنها همین بحث انتخابات را که ما بین بحث سیاسی افغانستان هست، اول وضعیت که بین خود دولت هست، بین خود به حساب دولت مردان ما وجود داره، اینها دیگه نمیتونه توجه بیشتر داشته باشه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان. در هر 5 سال که ما 2-3 انتخابات داریم، حالا انتخابات پارلمانی، شروع انتخابات، ختم انتخابات، در هر انتخابات شروع انتخابات، وسط انتخابات، تا ختم انتخابات، تا حتی یک نتیجه ای را، تا یک انتخابات این پروسه کامل میشه، تمام وضعیت کاروبار بک آلت استاپ قرار میگیره. اینها همه باعث ازی میشه که امو گراف سرمایه گذاری پایین بیا، اینا باعث ازی میشه که سرمایه گذاری از افغانستان فرار بکنه. در پلو ازی مسائل زیربنایی هست، مسائل برق هست، تنها در بخش وضعیت خود پارک های صنعتی در افغانستان، در کابل در حال حاضر ما 50% در 2-3 سال است که ما واقعا به کمبود انرژی مواجه هستیم. در قسمت زیربناها او چیزی که ما انتظار داریم متاسفانه هنوز او عملکردهایی که ما انتظار داریم عملی نشده. درست است بعضی تصامیم گرفته میشه، تنها یک سال شده که ما منتظر ازی هستیم که قیمت زمین در پارک‌های صنعتی که به دسترس سرمایه‌گذار قرار می‌گیره در حال چنزنی هست. دولت باید خودش سرمایه‌گذاری بکنه، دولت باید زمانی که یک پارک ایجاد میشه، اگر دولت حاضر نشه که در او پارک در زیربناها 20 میلیون یا 30 میلیون دلار مصرف کنه، چطور میتونه که 500 میلیون دلار را جذب بکنه؟ اینا عواملی هست که دولت میگذاره که تا سرمایه‌گذار خودش عمل بکنه. آخه پیمان، پس بیان روی ازی صحبت کنیم که راه حل چی است با مشکلات را که شما اشاره میکنین. دولت، نهادهایی که مسئول است، چه کارهایی را باید انجام میتن تا وضعیت کاربار بهبود پیدا بکنه؟ راه حل بسیار واضح و مشخص است، اما احساس ملی باید وجود داشته باشه. دولت متاسفانه در هر موضوعی که باعث رشد اقتصادی افغانستان میشه، قوانینی که وجود داره متاسفانه همین قوانین باعث به حساب بندش و باعث ضعیف بودن همین وضعیت اقتصادی ما شده. یعنی سرمایه گذار به مو انتظار که داره از دولت، دولت عملکردش آنقدر ضعیف است که یعنی باعث به حساب عدم سرمایه گذاری در افغانستان میشه. 5-6 موضوع بسیار مشخص و واضح هست در افغانستان. ما میایم اول در مورد زیربناها صحبت میکنیم. در شرایط فعلی یک تعداد پارک های صنعتی ما ایجاد شده، متاسفانه زیربنا نداره، برق نداره. بدون برق چطور میتونه که دولت بتونه سرمایه گذاری رو جذب کنه؟ یک بس فساد و مسائلی که در گمرکات افغانستان هست، مسائلی که در قاچاق کالا هست که وارد میشه، اینها همه باعث شده که سرمایه گذار ما، صنعتکار ما، بله، اینا همه متضرر شوه و نتونه که اما انتظار که از دولت داره بتونه به وقت و زمان دولت عمل کرده خوب باشه تا بتونه که تشکر. سپاس از اینکه منو رفتن. خیلی سپاس از شما. فکر نه هم وقفه.
ادامه برنامه بازار. مجلس نمایندگان در بررسی‌های نخستینش از تطبیق بودجه سال 1397 هجری خورشیدی 37 مورد تخلفات عمده را شناسایی کرده است. در این بررسی آمده است که در حدود 55 میلیارد افغانی مجموع بودجه احتیاطی در بودجه عادی در این سال خلاف قانون امور مالی و مصارف عامه هزینه شدند. بر بنیاد یافته‌های نخستین مجلس نمایندگان از مصرف بودجه سال 1397 هجری خورشیدی، منظوری بیش از 21 میلیارد افغانی از کد احتیاط به وزارت شهدا و معلولین، مبلغ بیش از 3.5 میلیارد افغانی تعدیل شده در کدهای احتیاط، هزینه در حدود 3.5 میلیارد افغانی دیگر قصداً خلاف اهداف تعیین شده سند بودجه و هزینه بیش از 1 میلیارد افغانی بیشتر از مبلغ منظور شده برای وجوه اپراتیفی در ریاست امنیتی ملی مشمول 37 تخلف در این بخش بودند. نه تنها قطعی رد شود، بلکه متخلفین به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند و حتی کمیسیون خاص هم در این مورد دایر شود و یک تدقیقی جدی صورت بگیرم. بولس مشر او د رئیس اجرایی لخوا چې کوم پیسې مصرف شوی دي هغه مطلب دا چې د کویو کور نه بل ته تعدیل شوی دي، نو په دغه وجه باندې دغه موضوع منستر غلی و. اما در آخرین گزارش جلسه مشترک مجلس درباره قطعیه سال 1397 هجری خورشیدی که از سوی کمیسیون مالی و بودجه ارائه شده است، تنها 9 تخلف در این سند نشان داده شده اند. وزیر مالیه به روز دوشنبه به پارلمان افغانستان به ولسی گرفت تا در مورد سوالات و نگرانی های نماینده ملت در مورد قطعی سال 1399 وضاحت بده، تمام موارد و تمام سوالات را پاسخ داد. مطابق با قانون تمام تغییراتی را که وزارت مالیه در قطعی 1399 آورده بود برشان تشریح کرد. در گزارش اخیر مجلس درباره قطعی سال 1397 هجری خورشیدی آمده است که در این سال وزارت مالیه به هماهنگی با واحدهای بودجه‌ای پولهای 189 پروژه را به پروژه‌های دیگر تعدیل کرده است. در مورد بیشتر گفتگو میکنم با آقای عبدالبصیر عظیمی، آگاه امور اقتصادی. سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ممنون. آقای عظیمی، مجلس نمایندگان بررسی هایی را که اینا از مجموع مصارف حکومت در سال 97 انجام دادن، 37 مورد تخلفات عمده شناسایی کردن که پیش از این انتقادهای خیلی زیاد وجود داشت. بر بنیاد این بررسی ها در حدود 55 میلیارد افغانی مجموع وجوه احتیاطی است که در بودجه عادی سال خلاف قوانین امور مالی و مصارفات عامه هزینه شده. چرا حکومت بدون از این که اعضای مجلس نمایندگان در میان بگذاره، کمیسیون مالی و بودجه در میان بگذاره، اینچنین عملکردها را انجام میتن که باعث نگرانی بیشتر شهروندان کشور میشه؟ خب اول که خود بودجه در واقع آینه دولتداری هر کشور است. پایبندی به خود سند بودجه یک مکلفیت قانونی هست که تمام کسایی که در دولت کار میکنن در هر سطوحی که هستن در واقع اصولنامه بودجه به عنوان قانون رو باید احترام بکنن. درست. بحثایی که مطرح میشه بیشتر به خاطر از این هست که ما از نظر سازمانی و از نظر قوانین و مقرراتی که در خود سند بودجه هست متاسفانه خلاهایی وجود داره که باز استفاده هایی میشه که شفافیتش زیر سوال است. ببین کدهای احتیاط که از 900 هزار به بالا هست که اون تحت عنوان 90 91 92 مشهور است 95، اینا کدهای هستند که برای مصارف احتیاطی یعنی کانتینجنسی در نظر گرفته شد. مثلا کد 91 برای پالیسی هست، کد 92 برای مصارف مثلا غیر مترقبه مثل زلزله مثلا و خوشسالی هست، کد 95 مثلا برای بحث تفاوت در معاشات معلمین و سیستم رتب معاشات هست، بحث های تقاعد هست. یعنی من میخوام بگم که اول خود ماهیت این کدها به شکل هست که چون به شکل احتیاطی گفته شده میتونه که در این سوء استفاده صورت بگیره. مشخصا کد 90 به اصطلاح کد 90 و 91 و 92 که از صلاحیت های خود رئیس جمهور هست که در خود اصولنامه بودجه تذکر داده شده، در واقع در آخر روز گفته میشه که خب اینا از صلاحیت های رئیس جمهور هست و تعدیلش و صلاحیت های رئیس جمهور است. اول مثلا در شروع سال در حدود در زمان آقای کرزی کدای احتیاط در حدود 800 میلیون بود، باز کم کم 900 میلیون شد، در حکومت وحدت ملی 1 میلیارد شد، باز 1 میلیارد 300 شد، باز با تعدیلاتی که صورت گرفت حالا بیشتر از 3 میلیارد و 20 میلیون افغانی
در این کدها مصرف شده که در صلاحیت شخص رئیس جمهور است. اگر شما نهایتاً سوال بکنین میگن خب در صلاحیت رئیس جمهور است و به خاطر قوام و دوام نظام بودجه مصرف شده. اما پرسش این است زمانی که بودجه میره به مجلس نمایندگان که مورد تصویب اعضای مجلس قرار بگیره، پس چرا تغییرات آورده میشه؟ چی معنای داره به این که بودجه بره به طرف مجلس و تعدیلات آورده میشه مجلس در میان نباشه؟ من میخواستم این نکته رو متمایز کنم که وکلای پارلمان وقتی بودجه رو براشون پیشکش میشه تصویب میکنن روی کدهای احتیاطی توجه خاص بکنن. خود اینمی قوانینی که در اصولنامه بودجه هست، خود اینمی کدهای احتیاط و ای که چه کسی صلاحیت تعدیل اینا رو داره، همش در خود اصولنامه بودجه بوده که همین پارلمان تصویب کرده و زمینه مصارف غیر شفاف رو ارائه میکنه. خب در آخر روز گفته میشه که مطابق اصولنامه بودجه است. من میخوام بگم که وقتی بسیار خوب هست که ما به شکل ساختاری در واقع سند بودجه رو مورد بررسی قرار بدیم، صلاحیت هایی که در کدهای احتیاطی هست محدود بشه، مصارف از این شفاف باشه. مثلا کدها بسیار عام هست، مثلا ما میگیم کد پالیسی. پالیسی به چه معنا؟ هر گونه مصارف رو ما میتونیم تحت عنوان پالیسی مصرف کنیم، از جمله کرای خانه، سفرهای خارجی و نهایتش هم بگیم که به اصطلاحی برای دوام و قوام و هست، در حالی که پالیسی به معنای سیاست گذاری هست یا سایر کدهای است. من میخوام بگم که وکلای معزز توجه بکنن که به شکل ساختاری موضوعات رو در خود سند بودجه حداقل در امسال که پیش رو هست. ببینید بحثایی که در قطعه مطرح میشه که امسال قطعه 97 است، در تمام سالها اگه شما همین لحظه به وبسایت اداره عالی بررسی مراجعه بکنید، هر سال یافتهای قطعی همینا رو گفته و وزارت محترم مالیه هم پاسخهای مشابه خود داشته است. اگه ما میخوایم یک کار اساسی بکنیم، این هست که در همین بودجه که امسال تحت بررسی خود پارلمان قرار داره، شرایط تعدیل بودجه، شرایط کدهای احتیاطی رو به شکل بکنیم که به سادگی نشه. و یک مسئله در بحث دوم که اگر خواسته باشه حکومت یک تعامل سازنده بکنه با پارلمان، اکثر این مصارف میتونه در بررسی وسط سال با کمیسیون های مربوطه مثل کمیسیون مالی و بودجه، کمیسیون تفتیش شریک ساخته بشه و در یک تعامل مبتنی بر احترام متقابل طی مراحل بشه. اما متاسفانه این تعدیلات آقای یک مورد دیگری که خیلی هم میتونه نگران کننده باشه در مورد پروژه توسعه است، همین بررسی مجلس نشان میده در مورد قطعه سال 97 که وزارت مالیه در عدم هماهنگی با واحدهای بودجه ای وجوه 189 پروژه را به پروژه های دیگر اینا تعدیل کردن. خب باز اگه بریم دنبال دلیل اساسی یا دلیل ریشه‌ای است که در بعض پروژه ها بودجه مصرف نمیشه به خاطر که در پروژه ها توانایی مصرف بودجه وجود نداره که میتونه دلایل زیاد داشته باشه، اینا رو تعدیل میکنن به کدهای دیگه که بودجه مصرف بشه. یعنی اساس ای، اما این خودش میتونه اصل انکشاف متوازن رو به اصطلاح به هم بزنه. مثلا برای حلم نمیتونه باشه. خب مطمئنا ببینین بودجه، مثلا بودجه یک پروژه مربوط به یک ولایت مشخص هست که قراره در دسترخان اون مردم تغییر ایجاد کنه. بله. ما پول این پروژه چون مصرف نشده اینو میبریم در یک پروژه دیگه، خب بالاخره که مصرف بشه، اما در آخر روز مردم در اون ولایت اولی متضرر شدن و حقشان ضایع شده. و خوب است که پارلمان در آخر سال هم هست، وزرای که بودجه خود مصرف نکردن یا مصرفشان به شکل موثر نبوده یا تخلفات مالی و حسابی داشتن مورد بررسی و جواب ازشان بخواد. آقای می فکر میکنین که اعضای مجلس این بار لاغر بتونن هم در مورد قطعه و هم در مورد بودجه سال مالی 99 از خود جدیت بیشتر نشان بدن و همین تخلفاتی که مورد شناسایی قرار گرفته از طرف حکومت پاسخ قناعت کننده بر مردم و بر اعضای مجلس نمایندگان داده شود؟ همیشه قطعیه به همین شک در آخر سال با سرعت بدون از این که سرش قور بررسی جدی بشه به پارلمان فرستاده میشه و بعد از یک سری جنجال ها بنابر از این که بالاخره سال مالی جدید شروع میشه بودجه تصویب بشه. متاسفانه هیچ وقت روی قطعیه که یک سند رسمی است، اداره عالی بررسی سرش نظر میده و تمامش مستندسازی شده، هیچ وقت یک کشور بررسی های اساسی نشده و چون در آخر سال مالی هست، سال مالی جدید شروع میشه بالاخره طی مراحل بشه. من خواهشم از وکلای پارلمانی است که سند قطعیه رو به شکل اساسی مطالعه بکنن و موضوعات رو به شکل جدی بررسی کنن، در کنار از او تنگ تنگ هایی که هست، انستیتوت هایی که هست، بیاین سند ملی رو به گفتمان ملی تبدیل کنن. هر افغانی که در سند ملی سند بودجه هست از بیت المال افغانستان است و هیچ کس نمیتونه که بیت المال افغانستان رو در واقع بر اساس سلایق شخصی خودش مصرف کنه و نامش هم باز بمانه که برای قوام و دوام نظام بود. چه کسی رو تشخیص میده؟
متاسفانه سوء استفاده هایی که تحت عنوان کدهای اعتیاد میشه در هیچ جای دنیا این کدها وجود نداره به این شکلش و تعدیلاتی که صورت میگیره و طریقی که مصرف میشه به شکل درستش نبوده و یک کشور بسیار فقیره که ما هستیم. ببینید شما وقتی بحث 3 میلیارد افغانی رو مطرح میکنید چند پروژه انکشافی میتونسته بشه و نحوه مصرف بودجه متاسفانه مطابق با اهداف کدها نبوده. هر کد از این کدها اهداف مشخص، اگه ما میگیم پالیسی هست باید پالیسی مصرف بشه، نمیتون از اون کرایه خانه ما پرداخت بکنیم یا پولهای اپراتیوی رو در سکتور امنیتی از اون پرداخت. خود اونا پول دارن، خود ریاست عمومی امنیت ملی 600 میلیارد افغانی در ببخشن به اصطلاح 600 میلیارد افغانی اونا پول اپراتیوی دارن، لازم نیست که ما از کد پالیسی بر از اونا بدیم متاسفانه. اما در آخر روز گفته میشه که اینا صلاحیت هایی است که در خود سند بودجه گفته شده و بر اساس ما مصرف شده که به نظر من خوب است که پارلمان به شکل ساختاری در سند بودجه اینا را اصلاح بکنه برای سالهای آینده. تشکر آقای میسباس از اینکه منو ترافتن، خیلی سپاس از شما. تشکر شما. و اکنون هم ادامه خبرها. پس از گذشت نزدیک بر 4 سال از آغاز کار ساخت شاهراه دوم کندهار اروزگان، تا حال کار این شاهراه تکمیل نشده است. مثلا ریاست ترانسپورت کندهار نامجی ها را از علت های به تاخیر افتادن کار ساخت این شاهراه میگن. آنان میگن که ساخت 19 کیلومتر باقی مانده شاهراه دوم کندهار اروزگان 2 هفته پیش اثر گرفته شده است. پس از افزایش ناامنی ها در شاهراه اصلی کندهار اروزگان، حکومت در سال 1396 ساخت این شاهراه را برای رفت آمد با اروزگان و کندهار آغاز کرد. رانندگان این مسیر میگویند که از سالها کار این ساخت این شاهراه تکمیل نشده و آنان با چالش های زیادی در رفت آمد روبرو هستند. بایا بالا وګره کوتلونه دی دبر دی وره مندونه دی د دمبر په خزاله لارنسته هغه خود غو په تکلیف شه درې شپې موږ پر هغه کنده کې ولاړ د خټو دغه څه خطا یې ولا کسو لا خبردار کنه ټول خامده. مسئولان ریاست ترانسپورت کندهار نامنی را از دلایل تاخیر در ساخت و جغل اندازی این شاهراه میگویند. فعلا ما مجددا کار شروع کردیم، مدت 1-2 هفته میشه شروع شده. دمیمسه کدام جایی که معانی است یا کدام جایی که تخریب شده ما یار در قسمت اول در نظر گرفتیم که جور کنیم. نظامی خلق ور سره په تکلیف کې دي عام ولس مطلق هند جلار څخه ورته دي پر د لارې باندې تګ را تګ نه کې دی، واز خصوصا د نظامیان خلق د پاره ده. شاهراه دوم کندهار اروزگان 35 کیلومتر درازا دارد که در حال حاضر تنها در حدود 16 کیلومتر آن جغل ریزی شده است. سپاس که بینده بازار بودید. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.